بچه‌ها سلام روز بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه چندین بار شده که موقع آموزش بچه ها به با تنظیم کردن آینه به مشکل خوردن و هر دفعه که جدید میان میشینن پشت فرمون فراموش میکنن که چه جوری بود آینه کسانی که تازه شروع کردن و کسانی هم که حتی گواهی نامه داشتن از قبل اونها هم من برخی رو دیدم که توی تنظیم کردن آینه مشکل داشتن اول آینه وسط رو بگم براتون ببینید دوربین رو من جوری نگه داشتم که شما قشنگ متوجه بشین که شیشه عقب ماشین باید کامل توی چهارچوب آینه جا بشه یعنی نگاه کنید شیشه عقب کامل توی این چهارچوبه وقتی که اینجوری باشه دیگه یعنی اینکه آینه کاملا تنظیمه ما به هیچ عنوان سرمونو نباید یعنی بالا نباید به چپ و راست حرکت بدیم که بخوایم از طریق آینه عقب و نگاه بکنیم همین کافیه که بگم مثلا یه میلیمتر یه دو میلیمتر سرمون تکون بخوره به چرخه کافیه که ما بتونیم از طریق آینه عقبو ببینیم بعضی وقتا حتی من میگم که کافیه که چشامون یه ذره چرخه که بتونیم از آینه عقبو ببینیم در این حد آینه دقیق تنظیم شده باشه این از آینه وسط بود حالا آینه سمت چپ و راست رو براتون توضیح بدم نگاه کنید آینه سمت چپ ما به بچه ها همیشه میگیم که توی دو تا بند انگوشت این بغل یه خطی از ماشین باید دیده بشه بقیهش باید خیابون دیده بشه من اگر از جای خودم بگیرم براتون دوربینو به این صورته یعنی آینه باید اینجوری تنظیم شده باشه آینه سمت چپمون و آینه سمت راستمون هم نگاه کنید از جای من به این صورته آینه دقیقش اینیه که من الان دارم بهتون نشون میدم توی دو بند انگشت سمت چپ آینه یه سمت راستمون باید یه خطی از ماشین رو ببینیم حالا اگه دو بند انگشتمون شد مثلا سه بند مشکلی نیست ولی منظور این که یه خطی از ماشین باید ببینیم قسمت سمت چپ آینه و بقیهش باید خیابون رو ببینیم به همین راحتی میشه تنظیم کردن آینه هامون اینو گفتم که چون بچه ها مشکل داشتن بگیرم براتون که ببینید که آینه رو چجوری تنظیم میکنن قربون شما خداحافظ